از بچه هایی که میتوانستن گولشون بزنن، عقلشون هنوز به جا نمیرسه، اینها رو بردن، آموزش دادن، طرز خرابکاری بهشون یاد دادن، طرز کشتن یاد دادن، جودو و کاراته و تکواندو و تمام این چیزهایی که امروز هست خوب ورزیدش کردن. در با لطائف الحیل اشخاص فاسد، اشخاص نادان، اشخاصی که نمیتوانستن اون کار را انجام بدن، اینا را بردن در جای مختلف نشوندن. طبعا مردم ناراضی شدن، اینها داخل ما هست، ولی دستور نه از پدرش میگیره، نه از مادرش میگیره، نه از پیشوای دینش میگیره، چون اصلا دین نداره اونایی که بردنش میگیره، دینی نداره که پیشوا داشته باشه، همش مادیات و هیچ کاری به خدا نداره. توده‌ای تو دفتر فرح بودن، اونا اومدن اون نطق رو تهیه کردن و به شاه گفتن اگر تو این کارو بکنی میمانی، و شاه هم گول خورد. بعدن هم خودش گفت من اشتباه کردم اون نطق. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد میشد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بیان دادم به خلبان هواپیما، گفتم که اینو به عرض آسمان برسونه، به این نم گفتم که Welcome to your home my leader, we are your soldier. ما سربازان شما هستیم، که بلافاصله خلبانم او یا به عرض هستمان رسونده بود، جواب گرفت، برگشت گفتش که آیت الله سید Thank you my sons. فرزندانم و پسرانم تشکر می‌کنم. خسرو جهانی در زمره اولین افسرانی بود که از لحظه‌ای که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قدم بر خاک کشور نهادند همراهشان بود و در روزهایی که ایشان در مدرسه رفاه حضور داشتند شبانه روزش را آنجا می‌گذراند. 12 بهمن من به عنوان کمیته استقبال آرم در بازو داشتم و در روی سینم هم آرم انتظامات چسبنده بودم. وقتی ساعت 9:33 هواپیمای حضرت امام روی باند فرودگاه نشست، خودم رو آماده کرده بودم که به امام سلام بدم و خیر مقدم بگم. یهو به من اطلاع دادن که از رادار ستوان افروز سلام رو داده و خوش آمدم گفته. 2 پله مونده بود که پایین بیان، من پریدم و دست ایشون رو بوسیدم و اولین نظامی بودم که بوسه بر دست مبارک حضرت امام زدم. دیگه نفهمیدم با موج خروشان ملت مبارز و انقلابی و از جان گذشته و امام دوست به کجا پرتاب شدم.